عادل و تسکین برای مصارف عروسی خود 5000 افغانی اختصاص داده بودند، ولی کمتر از 4000 افغانی مصرفشان شد. واقعا در این زمان آن هم در افغانستان درسی خوبه برای زوجهای جدید هست. پس برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد با ما باشید. سلام دوستای نازنین، هر آنچه برای شخص خودم جالب و آموزنده باشد نشر میکنم. این موضوع هم بسیار برایم جالب بود، امیدوارم برای شما چنین باشد. عادل محصل پوانتون و رازق تسکین دانش آموخته علوم دینی توانستند با یک مصارف ناچیز عروسیشان را تجلیل کنند. آنان در کشوری زندگی میکنند که در چنین مراسم صدها هزار افغانی مصرف میشود، اما این دو برای جشن عروسی و پذیرایی از میمانان کمتر از 5000 افغانی اختصاص داده بودند. خانولی عادل در یک صحبت با یک تلویزیون گفت خواست این کارش برای خانواده هایی که توانایی مالی ندارند به یک پند مبدل شود. او افزود برای میمانان یک گیلاس چای و چند پارچه کیک یا کلچه در نظر گرفته بودم. اگر 500 نفر هم در مراسم عروسی من می آمد برایشان کفایت می کرد. ولی فقط 100 نفر آمد که حتی خواهران و برادرانم نیز با این کارم از من آزرده شده در عروسی من اشتراک نکردند. به این دلیل که من آبروی آنها را پیش فامیل هایشان کم کردم. فقط مادرم و برادر کوچکم در این عروسی شرکت کرده بودند، ولی ما خود نخواستیم در هتل عروسی کنیم. عادل 11 ماه پیش با همسرش رازق تسکی نامزد شده بود. او در این مدت هیچ گاهی نوروزی و عیدی نبرده است. به گفته عادل در ولایتی که او و همسرش زاده شده اند 3 نوع تویانه گرفته می شود. تویانه برای پدر که بیش از 500000 افغانی مد نظر گرفته می شود و همچنان تویانه برای کاکا و مامایی که مطابق میل دو طرف پرداخت می شود. اما عادل برای ازدواج با رازقه هیچ پولی را به هدف تویانه یا قلین نپرداخته است. در افغانستان معمول است که دختر انگام عقد نکاح یک نفر از نزدیکانش را وکیل انتخاب کند. اما خانولی عادل و همسرش به این نتیجه رسیده بودند که هیچ کدامشان وکیل انتخاب نکردند و در مراسم عقد نکاح با هم رو در رو قرار گرفتند. به گفته عادل، او و همسر آیندهش تا حال تقریبا در برابر این مشکلات غالب شده هند. اما آنچی برایشان درد سرساز شده است چیست؟ عادل چند روز پیش میخواست تا در کارت دعوت میمانان در جشن عروسیشان نام نامزدش نوشته شود که این کار با مخالفت خانواده های عادل و نامزدش روبرو شده است. سرانجام به این نتیجه رسیدن تا کارت عروسی چاپ نکنند. از این رو عادل میمانان را از طریق تلفن و فیسبوک در عروسی دعوت کرده بود. او گفت من با هیچ کسی مخالفت ندارم که نام خانمم را بداند. چند وقتی پیش در فیسبوک نام خانمم را نوشته بودم. بعد از آن از طرف خانواده خودم و نزدیکان خانواده خانمم تماس‌هایی را دریافت کردم که مرا به بیننگی و بیغیرتی متهم کردند و من مجبور شدم آن نوشته را از فیسبوک حذف کنم. در افغانستان در کارت‌های دعوت میمانان در بسیاری از محافل عروسی نام عروس نوشته نمی شود. 2 سال پیش گروهی از جوانان افغان با بر راه انداختن یک کمپاین از طریق صفحات اجتماعی خواهان این شده بودند تا نام دختران در کارت‌های عروسی، نسخه‌های دکتران و بقیه موارد رسمی و شخصی درج شود. در همین حال برخی عالمان دین از این کار خانولی عادل در برابر رسم و رواج‌های ناپسند پشتیبانی می‌کنند. مولوی محمد ناصر فروتن از عالمان دین در کابل می گوید گنجانیدن نام همسر در کارت‌های دعوت عروسی هیچ مخالفتی با آموزهای دینی اسلام ندارد. او حفظود عادل و همسرش حق دارند تا در کارت عروسی نام اردویشان ذکر شود. اینکه خانواده عادل با این کار مخالفت کرده متاسفانه این یک حرف منفی در افغانستان هست. از بین بردن این حرف زحمت و وقت زیاد کار دارد. این کار عالمان دین هست تا در از بین بردن حرفهای منفی دست به کار شوند. فروتن میگوید بر اساس احکام دین اسلام دختر و پسر انگام عقد نکاح می توانند به جای انتخاب وکیل خودشان رو در مقابل همدیگر قرار گیرند و درباره مهر و مسائل دیگر مربوط به نکاح صحبت کنند.
این حالم دین همچنان گرفتن تویانه را در اسلام آرام خوانده می گوید آنچی اسلام آن را جوایز و عتمی دانسته گرفتن میریه هست که از طرف شوهر برای خانم پرداخت می شود. مخاطبین نازنین، شما در این رابطه چی نظری دارید؟ های شما با صحبت های خان محمد عادل ام نظر هستید؟ اگر بله پس در کامنت بنویسید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.